صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت اخیراً نسبت به برخی از مسئولان و خانواده‌های آنها هتاکی‌هایی صورت گرفته که این امر ظلم است. آقای لاریجانی با تاکید بر این که ما حاضر نیستیم در برابر عده محدودی که قانون شکن بوده و حرمت شرعی را نگه نمی‌دارند منفعل باشیم افسود، شاید بنده هم به آن فرد انتقادی داشته باشم، اما راه حل آن نیست که در خیابان ناسزا سر بدهم که بعضاً حد شرعی هم دارد. اظهارات رئیس قوه قضاییه بعد از آن منتشر می شود که اخیراً فیلمی به روی اینترنت منتشر شده که نشان دهنده حمله و توهین‌های رکیک عده‌ای از نیروهای لباس شخصی علیه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی است. برای بررسی بیشتر موضع‌گیری اخیر صادق لاریجانی با آسیه امینی روزنامه‌نگار گفتگویی انجام داده ایم که می‌شنوید. بقیدی، شما تا چه حد این امکان وجود داره که قوه قضاییه به طور جدی با گروه‌های فشاری که اصطلاحاً به نیروهای لباس شخصی معروف شدن برخورد کنه؟ در واقع سوال شما رو من باید با اتکا به تجربه‌هایی که همه ما در این چند سال داشتیم بدم. به کرات ما دیدیم و شنیدیم که مقام‌های حکومتی اعم از قوه قضاییه، قوه اجراییه یا که حتی نمایندگان مجلس در طول سالهای گذشته بارها در واقع ادعاهایی داشتن در برخورد با عوامل خودسر. این عوامل خودسر چه از قاضی خودسر ما شنیدیم تا در واقع عضو وزارت اطلاعات خودسر، تا قاتل خودسر، تا گروه فشار خودسر، تا کسانی که مردم رو در خیابونها به باد کتک و ناسزا میگیرن و همه در زیر مجموعه گروه های فشار، لباس شخصی ها یا افرادی که در واقع اعمال خودسرانه انجام میدن جای میگیرن. هرگز دیده نشده که در برابر داری که طبق همه مواد قانونی قابل اثبات در دادگاه ها جرم تلقی میشه، مثل کتک زدن مردم در خیابان، مثل فحاشی از طرف کسی که چهرهش در یک فیلم ثبت شده و شهود کافی برای این موضوع وجود داره، یا کسی که عوامل اثبات جرمش رو برای یک قتل مستند دارید، هرگز دیده نشده که یک اتهام درستی به اونها وارد بشه یا یک رویه قضایی عادلانه و منصفانه برای اونها در نظر گرفته بشه و منجر به یک حکم منصفانه بشه. ما هنوز دادگاه سعید عسکر رو از یاد نبردیم، هنوز قتل‌های زنجیره‌ای رو از یاد نبردیم. هیچ کدوم از این موارد که تازه اشد رفتار عوامل خودسر و گروه‌های فشار در دستگاه‌های حکومتی حتی بودن، هیچ کدوم منجر به یک رفتار قضایی عادلانه نشدن. بنابراین اگرچه رئیس قوه قضاییه ممکنه در واقع ادعاهای زیادی مطرح بکنن صرفا برای براءت خودشون از اتصال به چنین گروه‌هایی، اما یک مسئله معروف ما داریم توی فارسی میگن مرد و قولش. آیا ایشون توان مبارزه یا مقابله یا برخورد با چنین نیروهایی رو دارن؟ اگر دارن باید در عمل ببینیم. در حرف بسیار میشه در واقع ادعا کرد، اما اونچه که تا حالا دیده شده این نبوده که ما حتی در یک مورد ببینیم نتیجه حکم عادلانه قضایی در این برخوردهای پرخشنی که با مردم میشه. رفتار نیروهای لباس شخصی در حمله به افراد و تجمعات هر از گاهی با واکنش‌هایی از طرف مسئولان رسمی مواجه میشه. به نظر شما چرا چنین واکنش‌هایی اصلا صورت میگیرن؟ با وجود این که ممکنه همه ما یا برخی از مردم، شاید بیشتر از ما، انتقاداتشون متوجه کلیت نظام باشه، ممکنه که ما حاکمیت فعلی ایران رو دارای مشروعیت لازم به دلیل اینکه از سه آحاد مردم بر نیامده دارای مشروعیت مردمی ندونیم، اما به هر حال یک کشوری وجود داره، یک حاکمیتی وجود داره، این حاکمیت در سازمان ملل یک کرسی داره، پارلمان داره، دولت داره و قوانینش روزانه داره در اون مملکت اجرا میشه و حتی مردمی که بهش انتقاد دارن سر ماه میرن حقوقشون رو میگیرن. این یعنی این که شالوده این حکومت هنوز برقراره، چه دارای مشروعیت مردمی چه فاقد اون. بنابراین تا زمانی که این شالوده برقراره، کسانی که در دایره این حاکمیت قرار دارن ترجیح میدن که با عوامل مختلف به روش‌های مختلف برای خودشون مشروعیت بیشتری بخرن. این مشروعیت خریدن گاهی اوقات به خاطر این هست که در معرض پاسخگویی قرار میگیرن، یعنی که در واقع در کنفرانس‌های مطبوعاتی از طریق افکار عمومی، از طریق رسانه‌ها
مورد پرسشگری قرار میگیرن و تلاش میکنن برای رفع مسئولیت از خودشون، چون در واقع اونها هم اعتقاد دارن که در کلیت این موجودیت رفتاری مردمی، رفتاری قانونی، رفتاری در واقع دموکرات، رفتاری که برازنده یک جمهوری هست وجود نداره. بنابراین باید از خودشون رفع مسئولیت بکنن. رئیس قوه قضاییه ای که در واکنش به یک رفتار شنیع خیابانی مثل کتک زدن و فحاشی و ناسزا خودش رو در مقام پاسخگویی میابه، در واقع داره از خودش رفع مسئولیت میکنه. ما پیش از این هم داشتیم در بسیاری از موارد وقتی اتفاقی میفته لافاصله گفته میشه که این عامل خودسره. به نظر من یک رفتار کاملا پوپولیستیه که عوام فریبانه میخوان که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. همین اگر آقای لاریجانی یا هر مقام مسئول دیگه‌ای خودشون رو موظف به پیگرد قانونی این مسئله میدونن، باید دست کم در یک مورد ما شاهد اون باشیم.